موضوعی که ما دائما روش تاکید کردیم و آرزو داشتیم کشورهای غربی بالاخره از این پستو بیرون بیان، بهتر خاورمیانه رو بشناسن، این سیاست‌های سنتی رو ادامه ندن، به ویژه در جنگ با ترور، جنگ با گروه‌های افراطی مذهبی. امروز طالبان خیلی نیرومندتر از روز نخسته. قاندوز رو روز گذشته گرفت، یک شهر استراتژیک بسیار مهم، تمام پادگان‌های نظامی رو گرفت، حتی پایگاه‌هایی که متعلق به ناتو بود. تو همین چند مدت پیش آلمان‌ها در اونجا حضور داشتن به نمایندگی از طرف ناتو با تجهیزات فراوان. زندان رو گرفت، زندان‌ها رو گرفت، دست کم 140 چند از اعضای بسیار فعال خودش رو از زندان‌ها بیرون کشید. امروز اینا آزادن، رو هم 600 زندانی رو آزاد کرده، بیمارستان‌ها رو تصرف کرد، درمانگاه‌ها رو تصرف کرد، تمام نهادهای دولتی رو. این نشون میده که قدرت علیه افراطی گرایی فقط از لوله تفنگ شلیک نمیشه، لوازم دیگری رو هم میطلبه. اجازه بدید که با دکتر اسماعیل نوری‌الله در این زمینه صحبت بکنیم. بالاخره ما دو نفر شما همه ما فرزندان خاورمیانه ایم، ما متعلق با اون قسمت از کره زمین هستیم و میدونیم در اونجا چه میگذره و متاسفانه این اشتباهاتی که کشورهای غربی مرتکب شدن در چه دهه ها در کشورهای خاورمیانه در جنگ با افراطی گرایی امروز ثمرات نمره خوبی نمیگیره. نگاه بکنید به کارنامه. آقای دکتر نوری‌الله درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما، همکارانتون و بینندگان گرامی برنامه. حال شما خوبه؟ بد نیستم، خیلی متشکرم. راجع به دکتر نوری‌الله صحبت میکردیم، ایشون میفرمودن که این تلاش هایی که توی 100 سال اخیر توسط ایرانی ها صورت گرفته برای دستیابی با آزادی دموکراسی از این قبیل، این دوره انقطاع فرهنگی در واقع مردمان رو از این مجموعه تلاش ها و اطلاعات مربوط به اون محروم کرده. حق هم داره ایران، مثلا تلاش هایی که در گذشته دور شده بود، مثلا شاید 50-60 سال، 70 سال 80 سال پیش، نشون میده که ایرانی ها در اون زمان خیلی جلوتر از امروز روز بودن. این گونه است دیگه دکتر نوری‌الله نیست؟ عرض کنم که بله، من اعتقادم بر اینه که به هر حال ما یه تجربه 100 ساله ای رو بعد از انقلاب مشروط پشت سر خودمون داریم که این در انقلاب 57 متوقف شد و عرض کنم که جریان برعکس خودش رو شروع کرد. یعنی من میگویم که اگر اون انقلاب مشروطه نام داشت، اینه که انقلاب مشروعه نام داشت و در واقع احیا کننده افکار همون مشروع خواهانی بود که در صدر مشروطیت میخواستند که جلوی عرض کنم که پیوستن ایران به جهان مترقی و پیشرفته رو بگیرن و در نتیجه این انقلاب و یک بعدش این بود که انقلاب سیاسی در ایران صورت گرفته و رژیم عوض شده. اما اگر به بعد ماجرا نگاه بکنیم، این یک انقلاب فرهنگی بوده است علیه همه دستاوردهای انقلاب مشروطه و دوران نو شدن و مدرن شدن ایران. و چون این انقلاب فرهنگی مشروعه آگاهانه صورت گرفته است، هدف قطع ارتباط با آنچه که پیش از انقلاب اسلامی در ایران وجود داشته گذاشته شده. سیاست فرهنگی حکومت اسلامی دقیقا میخواهد نسلهایی رو که در دوران حکومت او به وجود میان و میبالند و بزرگ میشوند، از اون تجربه ها دور نگه بداره و اجازه بهشون نده. به طوری که امروز هم که بعد از 3 تا نسل 4 تا نسل از انقلاب گذشته، جوانان ما روی میارند به این که برگردند به خردمندی و عرض کنم که خردگرایی، به نظر میرسه که در زمینه های مختلف مجبورن که خیلی از تجربه ها و فکرها رو تکرار بکنن، برای اینکه حکومت آنچنان قیچی زده که بین گذشته و آینده پل دیگه وجود نداره. و به نظر من اونهایی هم که بازمانده دوران پیش از انقلاب
اسلامی هستند در زدن این پل زیاد موفق نبودند یا کار نکردند. انگار که خب اونا گفتند نمیدونم میرزا آخان کرمانی قبل از مشروطیت حرفای زده و خب مضبوط هست و وجود داره و دیگه لزومی نداره که این میراث منتقل بشه، در حالی که نتیجه کار اینه که مثلا من و شما برنامه‌های رادیویی داریم در زمینه مثلا شعر. من نگاه که میکنم میبینم که در تئوری هایی که از نظر شعری مطرح میشه در ایران امروز، ما حتی از دستاوردهایی که مثلا شاملو یا نیما یا رویایی به شعر معاصر ما دادن اغلب غافلیم و دو مرتبه داریم اونها رو عرض کنیم که کورمال کورمال تعقیب میکنیم و جلو میریم. کاملا درسته، کاملا. مثلا دکتر نوری دیروز داشتم حرفهای رهبران جهان رو گوش میکردم و سازمان ملل امروزم کماکان ادامه داره، باز دیدم که همه جا صحبت از ائتلاف نظامیه، مثلا در مورد داعش ائتلاف نظامی، یا امروز باز افغانستان میگه میخوام برم کندوز رو پس بگیرم از طالبان، آمریکا هم در این عملیات پشتیبانی هوایی میکنه. یعنی صرفا و صرفا نگاه نظامیه، هیچ کس در سازمان ملل صحبت از ائتلاف فرهنگی نکرد، ائتلاف ملی نکرد، ائتلاف دموکراتیک نکرد، ائتلاف بر سر حمایت از زنان نکرد. به نظرم مشکلات دقیقا در همین جاهاست. یعنی ما تا یک کارزار عظیم فرهنگی رو بران اندازیم، ادامه این فجایع خیلی طبیعی است. اروپایی ها امروز اعلام کردن که 10 میلیون آفریقایی آماده مهاجرتن به اروپا و گفته میشه جمعا 100 میلیون نفر دهنده نزدیک در این مهاجر اکسودوس بزرگ به سمت اروپا راه خواهند افتاد. اینا قربانیان جنگ و منازعه و تندروی مذهبی هستند. نظر شما رو میخواستم عرض کنم که بله قربانی هستند، ولی در این حال به نظر من قربانی سیاست های غرب در منطقه ما هم هستند. یعنی که منطقه ما بدون کمک و اراده امریکا و اروپا اساساً دوچار بنیادگرایی اسلامی نمیشد. شما نگاه کنید که در همون سال 57 که انقلاب اسلامی ایران رخ داد، تمام اسباب کار بگیریم به طور سمبولیک مثلا مذاکرات جزیره گوادالوپ رو که تمام سران مغرب زمین در اونجا جمع شدند و گفتند که چون با خلایی که بعد چون شاه که به هر حال سرطان گرفته بود و از بین رفتنی بود و اونها باید این خلع رو به نوعی پر میکردن، اونها آمدن و گفتند که برای پر کردن این خلع به لحاظ اینکه خطر مثلا کمونیسم هم وجود داره در شمال ایران، باید ما متوسل شیم به یه نیرویی که اول بتونه چپا رو بزنه و بعد به کارهای دیگه برسه. در نتیجه انتخابی که اونها اون روز کردند این بود که بیاییم ایران رو اسلامی بکنیم و خب این کلیدی زده شد برای هر آنچه که در طی این 37 ساله در منطقه اتفاق افتاده است. و خب این غرب داره در واقع انتقام پس میده، کاری رو که با مردم ما کشور ما کرد و سرطانی رو یا ویروسی رو که به قول یکی از نویسندگان داخل ایران میگفتش این اسلامگرایی رو مثل یه ویروسی در بدن خاورمیانه اینها تزریق کردن ابتدا در ایران، حالا دارن نتیجهش رو پس میگیرن و تا موقعی که نروند و پادزهر اون ویروس رو در این بدن عرض کنم که تزریق نکنن، این بیماری همینطور منطقه رو در خودش خواهد گرفت و همه این مصائب پیش خواهد آمد. متاسفانه چیزی که وجود داره، یعنی خلایی که الان وجود داره به نظر من، از یک سو اراده عرض کنم که دخالت برای مرتفع کردن علت العلل است در بین غربی ها و بلا تکلیفی و بی تصمیمی نیروهای سکولار منطقه. من بعض وقتا فکر میکنم که اگر که یه روزی کارل مارکس و اینها در منیفست خودشون گفتند پرولتاریای جهان یا کارگران جهان متحد شوید، امروز شعار واقعی ما برای درمان این دردی که
در منطقه ما به وجود آمده آن است که سکولار دموکرات های خاورمیانه یا جهان با هم متحد شوید. تا این اتحاد صورت نگیره، تا دو مرتبه اندیشیدن به دموکراسی و دموکراسی سکولار، یعنی کنار گذاشتن مذهب از حکومت، نیاید و مسلط نشه و این آلترناتیو در کل منطقه قدرت نگیره، عرض کنم که همین بساط هستش. شما دو تا خلأ بزرگ میبینید، یکی اراده غربی ها برای حل مسئله به طور ریشه‌ای و یکی فقدان یک آلترناتیو منسجم در منطقه، چه برسه در کشور خودمون. در نتیجه به نظر من الان یه روندی آغاز شده که حالا من اعتقادم اینه که عاقبت به این نتیجه خواهند رسید که باید علت العلل رو پیدا کنن و اون رو رفع کنن، ولی تا اون زمان همین این کشتی هایی که از افریقا آدم میارن به ایتالیا، نمیدونم دریایی که پر از جنازه فراریان از سوریه و عراق اینها میشه، همچنان برقرار خواهد بود. حالا اون ور قضیه، اون ور ایران هم عرض کنم که خب طالبان و اینها هستن. به نظر من یکی دیگه از خطرهایی که به شدت داره منطقه ما و کشور ما رو تهدید میکنه، سیاست هایی که حکومت اسلامی به عنوان یک حکومت شیعه در منطقه داره ایجاد میکنه. شما نگاه بکنید که مثلا پس از این که این کشتار زیر دست و پا له شدن منا صورت گرفت در عرض کنم که عربستان سعودی، چه تبلیغات عظیمی علیه عربستان پیش آمد. من معتقدم عربستان یک کشور عرض کنم که اسلامی، باید منقلب بشه، باید درش حکومت سکولار به وجود بیاد و اصلا آل سعود رو یک حکومت عرض کنم که پیشرفته‌ای نمیدانن. ولی در این مسئله که یه اتفاقی در منا افتاده و 2000 تا آدم زیر دست و پا له شدن، از جمله مثلا 300 تا ایرانی هم توش بودن که البته رقم خیلی عجیب غریبیه که باید از نگاه دیگری بهش پرداخت، ولی حالا ما بیایم این وسط در بوق این بدمیم که آقا این حکومت سنی عربستان که نمیدونم شیعیان یمن رو از اونور میکشه و نمیدونم در بحرین اون دخالت رو میکنه و غیره، یعنی دامن زدن به جنگ مذهبی در منطقه که تا به حال هنوز جلوی صحنه نیامده بود. اما به نظر من میرسه که حکومت اسلامی قصد داره که در این زمینه هم اقداماتی بکنه. به نظر من آینده منطقه ما رو بسیار خطرناکتر از گذشته کرده است و در نتیجه من نمیدونم آیا باید دست به دعا به سوی خداوند اینها دراز کرد، منتظر این شد که عقلای عالم راه حلی پیدا کنند. ولی خب همین مطلبی که جناب علی میفرمایید که حل مسئله از لوله تفنگ نمیشه، معنیش این استش که خب باید زمینه سازی، یعنی فرهنگ سازی در اولویت قرار بگیره. ولی خب همیشه میدونیم که روندهای فرهنگ سازی روندهای بسیار بطیء و تدریجی و طولانی هستند و من بدون اینکه منکر این ضرورت باشم، فکر میکنم که راه حل کنونی عرض کنم که خاورمیانه این نیست که ما امیدمون رو ببندیم به فرهنگ سازی. همان گونه که در داخل ایران هم مثلا عده‌ای میگویند که مسئله ایران هنگامی حل خواهد شد که ملت ایران مثلا از اسلام یا از تشیع رو برگردانند و بروند مثلا به عرض کنم که زرتشتیگری. خب این حرفا درست میتواند باشد از یک نظر، یعنی کاهش دادن از غلظت مذهبی بوده، ولی از لحاظ زمان بندی اگر که ما بخوایم امیدمونو به یک روند طولانی ببندیم، همینطور این مردم هستند که له میشن، غرق میشن تو کشتی ها، عرض کنم که راه میفتن به دور دنیا و جهان رو به آلودگی شدید میکشونن. اینه که به نظر من باید منتظر این شد که عقلای عالم به راه حل این برسن که چگونه میشود منطقه خاورمیانه رو برگردوند به سوی عرض کنم که نوعی سکولاریسم. با این توجه، البته اینو باید
بنده تکرار بکنم که سکولاریسم به تنهایی اگر میتونست پاسخگوی مسائل منطقه ما باشد، ما تجربه های قرن بیستم رو نداشتیم که یکی یکی حکومت های منطقه ما سکولار شدن، از ترکیه گرفته، ایران گرفته، نمیدونم تونس گرفته، مصر گرفته، هر کدوم، سوریه گرفته، هر کدوم، یا حتی عراق رو گرفته. ولی چون اینها توجه نکردند که سکولاریسم اگر که با دموکراسی آمیخته نشه خودش منشأ دیکتاتوری میشه، که اون دیکتاتوری اون وقت میآید و بنیادگرایی مذهبی رو به عنوان آلترناتیو سکولاریسم میآید و مطرح میکنه و بی پروا به دیکتاتوری ادامه دادن و منطقه یک مرتبه این واکنش بنیادگرایی رو از خودش نشون داد. به هر حال به نظر من چاره نیست، باید یک اندیشه دوگانه، یعنی این تقابل بین سکولاریسم و دموکراسی از یک سو و بنیادگرایی از سوی دیگه، مورد مطالعه قرار بگیره و این فهم برگرده به منطقه که بدون سکولاریسم منطقه ای که 5000 سال درش مذاهب مختلف، فرهنگ‌های مختلف وجود داشتند و اینها با همدیگه در تضاد بودند، اما عقلای تاریخ سعی کردند کاری بکنند که عرض کنم که مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزاند، یا جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. این حرفا در تمام طول تاریخ ما کمک کرده است که منطقه به این گونه آتش ها کشیده نشود. اما وقتی که این نوع اندیشه، این نوع اندیشه تساهل، همزیستی مسالمت‌آمیز، قبول دیگر اندیشی از منطقه رخت بر ببنده، حاصل کار همین خواهد بود که می‌بینیم. خب وقتی من میگم مبارزه فرهنگی، خب یکیش هم همین دیگه، یعنی تغییر نگاه، یعنی که شما از این دسته تصمیم بگیرید که از تجربیات پند بیاموزید، سیاستتون رو تعویض بکنید، بگید آقا ما اگر از این به بعد بریم مثلا روی حمایت و پشتیبانی از نیروهای سکولار یا نیروهای دموکرات یا زنان، این یعنی یه مبارزه فرهنگی. بله. و بعد من به تجربه آموختم، یعنی در جریان همین کار رسانه‌ای تو این سال‌ها متوجه شدم که چقدر ساده میشه از طریق رسانه، یه رسانه ملی مثلا توی مملکت، در فاصله 6 ماه 1 سال طرز فکر مردم رو تغییر داد، نگاه مردم رو دگرگونه کرد. میده آی نوری، حالا اون آلترناتیوی که اینا درست کردن برای نظام موجود ایران، نظامی که در گذشته وجود داشت، یعنی همین انقلاب مذهبی، این زیانی برای کشور غربی نداشته. امروز یک گزارشی میخوندم از مؤسسه آلیانس که یک تراست بیمه است در آلمان، هیچگاه در طول تاریخ هیچگاه این همه ثروت روی کره زمین نبوده، اما به صورت این ثروت توزیع شده که 80% در اختیار یک اقلیت خیلی کوچک قرار گرفته، بقیه هم که اون تهمانده 20%. خب این نشون میده که وضع روز دنیا بد نیست، یعنی بزرگان دنیا، کسانی که جهان رو اداره میکنن، امروز یه تعادل اقتصادی در همه جا به چشم میخوره. میزان بیکاری در حدی نیست که نگرانی ایجاد بکنه، میزان تورم در کشورهای بزرگ، و این منابع نفتی خاورمیانه هم در خطر نبودن تا به این لحظه، تمام تحت کنترلن، مشکلی هم وجود نداشت. اینا زیان نکردن، ما زیان کردیم، ما قربانی بودیم، ما قربانی. حالا اگه ما بتونیم از طریق حمایت و پشتیبانی از همین نیروهایی که مورد اشاره شماست زمینه فراهم بکنیم که خوشبختانه مردم ایران به این نقطه رسیدن، یه روزی مردم در قطب انقلابی ایستاده بودن، در موضع انقلابی گری، ایدئولوژی چپ راست میانه، افراطی‌گری، هرج و مرج طلب، همه نوع آدمی تو این گروه بوده. صدها سازمان سیاسی در ایران پدید آمد، یک شبه 260 حزب سیاسی در روزهای اول انقلاب فعال بودن. امروز مردم کاملا دگرگونه شدن، یعنی به نظر من در ایران یک ثروت انسانی وجود داره بسیار معتدل و تجربه اندوخته مثل فولاد آب دیده شد،
به نظر من میتونه سرمشقی باشه برای بقیه کشورها، به شرطی که بتونه تحت شرایط آزاد انتخاب نهایی خودش رو بکنه. و مشکل در ایران حله. به نظرم ایران هیچ مشکلی نداره. مشکل ما فقط یه اقلیت محدود نوکیسه هستن که متاسفانه هنوز زمان دارن. ولی تصمیماتی که دنیا داره در مورد خاورمیانه میگیره، مثلا اگه حرفهای دیروز سران جهان رو گوش کرده باشید، متوجه غیبت یک نگاه درست میشید. اینا هنوز نگاه درست، نگاه سنتی است، نگاه مربوط به دوره استالین، دوره جنگ‌های سرد. یعنی تصور میکنن فقط با عکس العمل های نظامی میشه بر یه مشکل عظیم فرهنگی ریشه دار در منطقه خاورمیانه فائق آمد که اسمش تعصب مذهبی است. بله، من کاملا با آنچه که شما میفرمایید موافق هستم. فقط من اشاره که کردم این بودش که اگر که ما این تغییر اندیشه رو فقط از زاویه فرهنگی نگاه بکنیم، اون وقت به یک روند بسیار بطیعی برمیخوریم. به نظر من مسئله فرهنگی هم از لحاظ سیاسی باید حل و فصل بشه. یعنی که شما تمام نمیدونم فرهنگ دوستان سکولار دموکرات دنیا هم بیارید برای اینکه آموزش بدهند مردم منطقه رو. نه 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 نه، اصلا منظورم این نبود. من منظورم بس سیاسی بودن قضیه است. بله، نه منظورم این نبود. منظورم اینه که واقعا هم این اثبات شد در مورد ایرانی ها که از طریق رسانه، به شرطی که رسانه آزاد بشه بتونه کارش بکنه، شما در یک فاصله خیلی کوتاه میتونید نگاه مردم رو عوض بکنید. نگاه کنید به مجموعه نظرسنجی هایی که مثلا گالوب داره امروز میکنه درباره نگاه مردم آمریکا به مسائل مختلف، از سقط جنین بگیرید تا همجنسگرایان بگیرید، تا زنازنی بگیرید، تا مردامردی بگیرید، تا ازدواج بین همجنسگراها بگیرید، تا نمیدونم مسائل اقتصادی نژادی، همه اینا. اصلا نگاه مردم هیچ ارتباطی با 10-20 سال پیش نداره، کاملا عوض شدن. یعنی نشون میده که چقدر مهم توجیه کردن. و کاش ابزار آزادی وجود داشته باشه برای اینکه آدم بتونه اندیشه و آرای درست رو در اختیار مردم قرار بده. میگم خوشبختانه مردم ایران از این فرصت 30 ساله بهره گیری کردن. اولا هم به درستی تا اونجایی که میسر بوده تاریخ رو شناختن، هم متوجه هویت خودشون شدن، هم متوجه شدن کجا اشتباه کردن و باید چه کنن تا خلاصی پیدا بکنن از این بحران و هولناک سیاه پرقلزت. و میبینید که خانواده ها نقش خودشون رو به درستی انجام دادن. امروز ما یه جبهه 70 میلیون نفری داریم از مردمانی که آراسته و پیراستن از نظر فکری و میدونن چی میخوان و چقدر آزادی ارزش داره، چقدر آموزش مهمه. وقتی 85% دختر خانمای ما به دانشگاه ها میرن تحصیلات عالی میکنن، هر گروه الان از ایرانیا که میان به اینجا بیرید، خب بازم من چند مدت پیش یه مهمانی بودم، باز 5-6 دختر خانم از ایران اومد، یکیش مهندس، یکیش دکتر، یکیش فوق لیسانس داره، همه با نمره های خوب، مراکز تحصیلی آمریکا، مراکز عالی در این مملکت اونا رو پذیرفتن و اینا بلافاصله وقتی وارد شدن جذب شدن، جذب این مؤسسات شدن. یعنی کسا نمیدون که برن الا وقتکی درسی بخونن برای که مدرکی داشته باشن، نه، تو رشته علمی خودشون شایستگی تام و تمام دارن. اینا به نظرم خیلی علائم خوبی. دکتر نوری علا، آقای میبودی، من اعتقادم بر اینه که این مصیبت با ایران آغاز شده، با ایران هم ختم خواهد شد. یعنی محال است اگر که در ایران یک وضعیت دموکراتیک سکولار به قدرت نرسه، منطقه از این مسئله نجات پیدا کنه. راه حل منطقه در ایران هست. ایران به عنوان چهارراه حوادث منطقه، به عنوان قوی ترین بزرگترین کشور منطقه، عرض کنم که میتواند دوای این مصیبت رو در خودش ایجاد بکنه. و این مطالبی که جناب عالی میفرمایید دقیقا دال بر همینه که در هیچ کجای منطقه آن گونه که مردم در ایران آماده برگشتن و پیوستن به قافله تمدن بشری هستند، جاهای دیگه اینطوری نیست. ایران همه اسباب بزرگی به اصطلاح فراهمه، فقط یک اراده سیاسی لازم است که در این زمینه با کمک، عرض کنم که، کشورهای دیگر جهان و به رسمیت شناختن یک آلترناتیو سکولار دموکرات
برای ایران عرض کنم که کلید تغییر اوضاع زده بشه. متاسفانه تمام تلاش هایی که آدم هایی که با نیت خیر فکر کردن که می شود این حکومت را اصلاح کرد، 37 سال ما داریم تجربه میکنیم که این حکومت به اندازه یک خراش روی پوست آمادگی اصلاح شدن رو نداره و باید به کل منحل بشود تا ایران بتواند روی سعادت ببیند. بنابراین من کاملا با نظر شما موافقم، بسیار هم در این زمینه خوشبین هستم و گمان میکنم که خیلی طول نخواهد کشید که آغاز بشود معالجه این بیماری از داخل ایران در تهران و عرض کنم که با منحل کردن حکومت اسلامی و لغو قانون اساسی حکومت اسلامی که بر بنیاد ضدیت با اعلامیه جهانگستر حقوق بشر نوشته شده. خوشخبر باشید دکتر نوری علا. ناسا خوشخبر بود، جالبه در کره مریخ آب پیدا شد، میگن بهرام میگن دیگه، آب پیدا شد در فصول مختلف، حتی آب جاری. و خب این میتونه نشانه وجود نوعی حیات باشه در این کره. واقعا ده البته زیبایی زمین که نیست، کره سرخ بهش میگن، کره سرخ. خب اینم خبر خیلی مهمه. آقای دکتر نوری علا چقدر لطف کردید، بحث جالبی بود با شما مثل همیشه. این دکتر نوری علا واقعا که میگن چند بچی، از نظر علمی همین، یک بحثی با ایشون دارم درباره شعر، فقط راجع به شعر، یعنی البته در رادیو متمرکز، یکی درباره ورود واژه‌های بیشمار بیگانه به زبان فارسی، ببینید در این دوره اطلاع علم و دانش های تک هر روز داره واژه‌های تازه‌ای وارد شبکه واژگان فارسی میشه. خب بعضی چی میشه رفت و گشت و معادلش رو پیدا کرد، معادل های فوق‌العاده زیبا و درخشان، خوب عالی. برخی هم نه، وقتی آدم بگه چاره ای نداره از همون اصطلاح به اصطلاح حالا انگلیسیش یا هر زبان دیگه لاتینش استفاده میکنه. یکی بحث مربوط به این موضوع میشه که اسم برنامه هم از واژه‌خانه، درسته واژه‌خانه است دیگه نیست دکتر نوری علا؟ آره. یکی هم خاطرات دکتر نوری علا. حالا دکتر نوری علا یکی از فعال‌ترین چهره‌های روشنفکری ما بوده و آشنایی داشته با شمار زیادی از روشنفکرانی که نقش‌آفرین بودن در این 60-70 سال اخیر در رشته‌های ادبی، فرهنگی، هنری، تاریخی، سینما، تئاتر، فرق نمی‌کنه. خاطرات خودش رو درباره این شخصیت‌ها بیان می‌کنه و آخرین شخصیتی هم که الان داریم راجعش صحبت می‌کنیم شاهرخ مسکوبه. شاهرخ مسکوب یه چهره شریف، دوست داشتنی و بزرگ ما. بزرگ، خدمات زیادی کرده و به فرهنگ این مملکت. اسطوره‌شناس بود و تمام همغمش گشت رو این موضوع فکر کنید، از جناح چپ شروع کرد و از حزب توده آمده حالا به یک دوره‌ای که یه عشق علاقه خاصی به گذشته ایران پیدا کرده و سعی میکنه مفاهیم گذشته رو امروز روز هم پیدا کنه یا مصداقاش رو پیدا بکنه. اینا مباحثی است که داریم. دکتر نوری علا خسته نباشید. خواهش میکنم، خیلی ممنونم. من باید از شما متشکر باشم که من رو به این راه ها کشونده اید. خواهش میکنم، امیدوارم سلامت باشید، سایه شما بلند باشه، سایه شما. دکتر تقی‌زاده عزیز، لحظاتی پیش صحبت میکردم و احوال پرس هم میانانم، امیدوارم چهارشنبه آینده با دکتر باشیم، یعنی پس فرد. آقای نوری علا عزیز، میخوایم بریم سراغ دکتر علی میرفتروس. سلام منم خدمت ایشون برسون. چهارشن ایشون همواره سلام چی هستن، همواره سلام میرسونم به شما. دیدم در برنامه ها گاهی یادی از من میکنم، خیلی دلنه. تشکر دارم از ایشون. همواره دکتر میرفتروس هم واقعا شخصیت قابل و نازنین، زحمات زیادی کشید، کتاباشو مطالعه کنید و او رو تفحص او رو در تاریخ گذشته ایران، شخصیت های مثل حلاج. امروز فکر میکنم درباره خلیل ملکی با ما صحبت میکنه. درباره خلیل ملکی خیلی کم صحبت شد، خیلی گویا نقش مهمی داشته به عنوان یه نیروی واسط. اون زمان خود حزب توده خیلی قوی و نیرومند. او یه آدم مصلحه، یه آدم مصلح واقعی گراست، گرچه سوسیالیسته، ولی معتقده که نمیشه ایران رو به هم زد. باید یش بهترین راه حل رو پیدا کرد برای اینکه ایران رو به سمت
سعادت و رستگاری اینجوری بود نیست آقای دکتر نوریالا؟ بله، من عرض کنم که خودم در زندگی مهمترین شخصیتی که بهش برخوردم خلیل ملکی بود. فکر میکنم که او آموزگار نسل برباد رفته ای در انقلاب، عرض کنم که 57 بود، که اگر که نشده بود انقلاب، اونها میتونستن سرنوشت دیگری رو برای ایران رقم بزنن. و خوشحالم که روز به روز داره توجه به خلیل ملکی بیشتر میشه. حتی شنیدم که یکی از نویسندگان برجسته همکنون کتابی رو در مورد زندگی او در دست گرفته و داره مینویسه. و من فکر میکنم که اگر که ملت ایران، جوانان ایران بخواهند نقبی به گذشته بزنن و میراثی از اون گذشته رو به دست بیارن، مسلماً توجهشون به خلیل ملکی راهگشای بسیاری از راهها خواهد. تشکر میکنم، خدا نگهدار شما. همین رو از بازداشت آگهی بول میکنیم و برمیگردیم.